خیلی خوب. بعد بیشتر چه هیروهایی واسه آفرین دوست داری بازی کنی؟ بیشتر که خب سنکینگ هست، اسنپ فایر، بعد اسپید بریکر هست، تایت هست، بعد توسکار هست، کلاک، سنتا، بعد اکس، مارس، مگناس، اس شیکر، معمولا اینا رو بازی میکنم. معمولا هیروهای تانکی اینیشیتور دیزیبلر بازی میکنی. آره آره خب ریپلی داری یا خودت بخوای با هم ببینی؟ ریپلی نه والا ریپلی ندارم، ولی خب اگه میخواین میتونم دانلود بزنم. یه بازی از خودت که فکر میکنی خوب بازی کردی رو مچ آیدیشو به من بده با هم ببینیم باش بین همین هیروهایی که الان بهم گفتی. باشه چه بهتر. من چون سنکینگ بازی میکنم سنکینگ رو میزنم که یه دونه آن رنگ هست با اسنپ فایره، مشکلی نداره. هیچ مشکل نداره. ببینم تو بیشتر واسه رنک آف میخوای بازی کنی یا اینکه صرفا آره آره واسه رنک آب میخوام بازی کنم. منظور هدف تو دوتا رنک آف کردن و فقط رنک آفه یا اینکه اصلا من خودم خیلی دوست، یعنی 2-3 سالی هست که خیلی دوست دارم بیام توی تیم ملی و تیم ملی بازی کنم، یا حتی اصلا تیم ملی هم که نه، کلا تو مسابقات شرکت کنم. ولی خب تو همین رنکی گیر کردم دیگه، همین آرکون 5 گیر کردم. انقدر که نوب میفته تو تیم یا مثلا نمیشه، بعد خیلی از بازی ها لوز میدم دیگه، از رنک میکشم کنار میرم توربو بازی میکنم. خب یه چند تا چیز بهت بگم. ببین بفهمت. آدمایی که دوتا بازی میکنن اونایی که جدی بازی میکنن، اول نوبت بگم که توی هر حالا ورزشی توی هر رقابتی تو وقتی بهتر میشی که با بهتر از خودت بازی کنی. بله. توی دوتا آدمایی بهتر از تو بازی میکنن، آدمایی خوب بازی میکنن که زیاد بازی میکنن، یعنی مثلا یارو داره روزی 15 دست دوتا بازی میکنه، روزی 12 دست، 20 دست داره دوتا بازی میکنه، دوتا بازی میکنه، میخوابه، پامیشه، دوباره دوتا بازی میکنه، میخوابه، پامیشه، دوتا بازی میکنه. اگه میخوای سطحت بیاد بالا باید بتونی با این مدل آدم رو توی این قضیه رقابت کنی. این ورزش میمونه، آدمی که روزی 3 وعده میره باشگاه، روزی 3 ست میره باشگاه، خیلی خفن تر از اون آدمی میشه که یه روز در میون میره باشگاه. واسه بله همین اگه میخوای با اون آدم رقابت کنی باید این کارو بکنی. ببین یه حرفی که نریمان چند وقت پیش زد، چون من باهاش این حرفو میزدم، میگفتم بابا نمیشه من همه زمانمو بذارم پای دوتا، هنوز که الان که 23 سالم، اون موقع 16 17 سالم بود میشد، ولی خب الان خونم رو دارم، کارم رو دارم، نامزدم رو دارم، خونوادم رو دارم، مسئولیت دارم. حرفی که نریمان زد این بود اونایی که الان تو گیم موفقن کسایی هن که واقعا ریل لایف ندارن، یعنی دنیای بیرون ندارن، دانشگاه، نمیدونم، خونواده، دوست دختر، ورزش. بین همه پلیرهای تاپ دنیا یه دونه مثلا زایه که هم درس خونده هم دوتا بازی کرده، یه دونه لوداه که هم مثلا دیجی، هم درس خونده هم دوتا بازی کرده، یه دونه فلایه. بقیه رو هر کدوم رو نگاه کنی زندگی بیرون از گیمشون چیز خاصی نیست، زندگی خیلی نرماله، شاید هنوز با خانواده هاشون زندگی میکنن. واسه همین اولین چیزی که تو دوتا داری باید بتونی با این آدم ها رقابت کنی، چون خودت میدونی اونی که داره روزی 15 دست بازی میکنه خیلی بیشتر از تو یاد میگیره تا تویی که مثلا شاید روزی 2 دست بازی کنی. بله اینو حتما تو ذهنت داشته باش. اولین چیزی که باید روش کار کنی اگه حالا میخوای رنک آپ کنی، اگه میخوای بری تیم ملی، اگه هر کاری میخوای بکنی، اینه که زیاد بازی کنی. حداقل روزی 8 دست باید بازی کنی در کمترین حالت، یعنی روزایی که کار داری وقت نداری اون روزا باید 8 دست بازی کنی، روزایی که دیگه کار نداری فیلی که باید راحت 15 دست بازی کنی، 14-15 دست راحت باید بازی کنی. وقتی که زیاد بازی کنی
حالا چه یه هیرو رو اسپم بدی، چه یه رول رو اسپم بدی، چه کلا دوتا بازی کنی. اگه یه هیرو رو اسپم بدی تو شرایط مختلف هی اون هیرو رو بازی میکنی، یعنی مثلا یه بار سنکینگ میری جلو آنتی میج مثلا میزنتت، سری بعدی با خودت میگی خب جلو آنتی میج چون قراره مثلا مانا نداشته باشم، جای اینکه برم آرکین بوت بخرم مانامو تامین کنم، برم جلوش فارم کنم ونگارد بخرم مانام صفر باشه ولی وایسم تو صورتش اتک به اتک کنم. چهار دست پنج دست که جلو آنتی میج بیفتی با سنکینگ میفهمی با سند جلو آنتی میج باید چی کار کنی، با سند جلو مثلا آندرینگ پوز پنج باید چی کار کنی، با سند جلو هیروهای این اسپکتر و زئوس که بیلینک تو پشت فایت میبندن باید چطوری فایت کنی. مثلا میگم سنکینگ داری بازی میکنی، به خیال خودت پوزیشن گرفتی که فایت شد شیش کنی بیلینک کنی ایمپیل بزنی، بعد شیشو که میای بزنی اسپکتر حریف شیش میکنه، بلینکت کنسل میشه نمیتونی بیای تو فایت. دو بار سه بار این اتفاق واسات میفته، سری چهارم با خودت میشینی فکر میکنی که این بازی هم باز قراره اونطوری شه، واسه همین قبل فایت یا واسه خودت یه اسموک یوز میکنی یا تو اون پوزیشنی که میخوای وایسی شادو امیولت یوز میکنی یا شادو بلید یوز میکنی، هر کدوم شادو امیولت بهتره یا اصلا اسموک بهتره. اسموک حالا چون کولدانش خیلی زیاده نمیشه واسه هر فایت یوز کرد، یه شادو امیولت پشت فایت یوز میکنی، فایت که شد اسپک شیش کنه زئوس شیش کنه به تو دمیج نمیدن، یعنی زئوس شیش کنه تو فقط دیده میشی، اسپک شیش کنه ایلوژنش فقط میاد بغلت وای میسته مگه اینکه دیگه رادیانسی نداشته باشه، بله. واسه همه بیلینکت کم نمیشه میتونی پوزیشن بگیری. میگم اگه زیاد بازی کنی حالا یه هیرو رو اینطوری یاد میگیری، یه رول رو اینطوری یاد میگیری که خب توی لاین مثلا رنج به میلی چی کار کنم، تو لاین میلی به میلی چی کار کنم، رنج به رنج چی کار کنم، تو لاینی که اصلا تک به دوام چی کار کنم، تو لاین تک به تک چی کار کنم. زیاد که پابلیک بازی کنی این اتفاقا واسط میفته و وقتی این اتفاقا واسط بیفته بهش فکر کنی راه حل پیدا میکنی. پس اولین بله. چیزی که واسه یه پرفشنال پلیر شدن میخوای تو دوتا اینه که زیاد بازی کنی، باید زیاد بازی کنی، یعنی اگه زیاد بازی نمی کنی هیچ وقت رنک آف نمیشی، هیچ وقت نمیتونی جز پلیرای تاپ باشی، هیچ وقت نمیتونی به اون چیزی که تو دوتا میخوای برسی. بله درست. این بعد تو همه رو هم باید رنگ بازی کنم یا آلپیک فرقی نمیکنه؟ رنک بازی کنی بهتره چون ملت تو رنک جدیتر بازی میکنن. تو فعلا به رنک آب کردن فکر نکن، فعلا به یاد گرفتن بازی فکر کن، به اینکه چطوری هیروهاتو بتونی بهتر بازی کنی، به اینکه رولتو چطوری بتونی بهتر بازی کنی. الان مثلا میگم من بخوام تو آرکان 5 بازی کنم تکیز پوزیشن سم برم، هم میتونم لاینمو بزنم هم میتونم بازی رو بزنم، شاید ببازم ولی خب هم میتونم لاین رو بزنم هم میتونم بازی رو بزنم. من اینکه دیگه میگم یارام شعبده بازی کنن بس تهش ببازم، چرا؟ چون میدونم یه لاین چطوری کنترل میشه، قدرتام چیه تو اون لاین، ضعفام چیه تو اون لاین، چون خیلی دوتا بازی کردم میتونم حساب کتاب کنم که این هیرو با من قراره چی کار کنه یا من با این هیرو قراره چی کار کنم، جام تو مپ چطوریه، آیتمم تو بازی چیه. اینا همش از زیاد بازی کردنه، یعنی فقط باید زیاد بازی کنی تا این چیزا رو بفهمی. زیاد نرمال بازی کنی ملت میان تو نرمال که ببخشید کسکلک کنن، کسی نمیاد آره نرمال جدی بازی کنه. اونایی که دارن جدی دوتا رو بازی میکنن و تو رو به چالش میکشن که باشون رقابت کنی اونا رنگ فایند میدن، واسه همین باید رنگ فایند بدی، رنگ فایند بده با اونا بازی کن، 10 دست 15 دست 20 دست بباز ولی هیرو تو رول تو یاد بگیر، از اون ور 40 دست 50 دست 60 دست ببر. نگران این نباش که آی 100 تا اومدم پایین آی 200 تا اومدم پایین، 100 تا 200 تا بیا پایین ولی یه کاری رو یاد بگیر، اون کار رو که یاد بگیری 500 تا 600 تا امار میری بالا. این تو ذهنت باشه که زیاد بازی کردن واسه تو الان اولویته. فرند آیدی تو بده عدد کنم بتونم پروفایلت رو چک کنم باش. خودم. چند ساعت تو روز بازی میکنی میانگی؟ من اگه درس نداشته باشم شاید 6-7 ساعت، اگه درس داشته باشم 3 ساعت 4 ساعت.
کم بازی میکنی، ولی خب این همون حرف است که اگه تو دوتا بخوای پرفشنال بازی کنی مجبوری زیاد بازی کنی، یعنی اگه زیاد بازی نمی کنی و تو یه سطح میمونی این طبیعیه، مثلا فازشو نگیر که آی من چرا رنکم نمیاد بالا، مثلا چه میدونم استعدادشو نرم فلان بیسار. دوتا اولین چیزش قبل استعداد، قبل چه میدونم همتیمی، قبل شانس، قبل نت، قبل پی سی، اولین چیزی که میخواد پشت کاره، زیاد بازی کردنه. این اولین چیزیه که دوتا میخواد، یعنی تا بله وقتی اینو درست. نداشته باشی بقیهش اونقدر به کارت نمیاد. یه مارس بازی کردی؟ بذار ببینم چرا پروفایلت باز نمیشه. بذار همین مارس رو دانلود کنم یه گیم پلی فقط ازت ببینم. حالا هستی؟ نایس. خب ببین، میخوام از اول اول آفلین بودی این دسته یاره. آره، خب میخوام از اول اول به یه سری چیزا فکر کنیم. الان داری به چی فکر میکنی تو این بازی که بازی شروع شده؟ الان بیشتر به همون آیتم بندیه داشتم فکر میکردم چی بیارم. خب از همه چی، از صفر صفر بیا با هم فکر کنیم. اولیش اینه که تو لاین چی میخوای، دومیش اینه که اولین آیتمت توی بازی چی میخواد باشه، لازمه بخشش رو از الان بخری یا نه. مثلا میگم مارس یه بیلد داره که میخره بوت، سول رینگ، بلینک. اگه قرار سول رینگ بخری تو بازی میتونی از الان مثلا گانتلتش رو بخری. اگه فکر میکنی تو لاینت استیک لازمه میتونی از الان استیکش رو بخری. چیزی که داریم میبینیم مثلا انگار مارسی کریه، یا مثلا چه میدونم انگار که مگنوس کریه، یه دونه از این هست دیگه. اینا که هیچ کدوم این هیرو استیک لازم ندارن، پس ما تو این لاین استیک نمیخوایم. یه کویلینگ بلیت میخوایم واسه لست دینای و گانتلت، چون گانتلت رو بالاخره یا سول رینگ میکنی یا بریسر میکنی. میری تو لاین میخوای لست دینای بزنی که آیتم بیاری. حالا خودت تصمیم میگیری که مثلا تو این بازی میخوای بیلینک بخری بپری 6-1 بزنی، یا اینکه نه دوست داری بخری پاور تری دزول با دوت دمیج بزنی. اینا دیگه تصمیمیه که قبل بازی خودت میگیری. ببین مثلا دو تا مانگو گرفتی، مارس 350 تا مانا داره، بعد مثلا لول 2ش 90 تا مانا میخواد، لول 1ش 110 تا، تو لول های پایین مانا میخواد. تو لول های پایین تو قرار نیست 350 تا مانا رو خرج کنی، تو هر دو تا لولت هم بزنی 200 تا مانا خرج میشه، هنوز 150 تا مانا داری. پس لازم نیست با مانگو بری تو لاین، به جاش با اتریبیوت بیشتر برو تو لاین. یعنی بخر مثلا گانتلت بخر با اتریبیوت بیشتر برو تو لاین که هم دمیجت بالاتر باشه هم مکس اچ پی بالاتری داشته باشی. مانگو خریدن واسه شروع اونقدر خوب نیست. یا مثلا سلوا میتونی، سلو اوکی ها، ولی سلوا میتونی با پولی که از بونتیا به دست میاری بدی کوریرت بیاره. تو الان میخوای بری تو لاین مثلا به مدت یه دقیقه اول کسی کاریت نداره، راحت میتونی لست دینای کنی. واسه همین تو اون یه دقیقه اول تو هیچ وقت سلف لازم نمیشی که بخوای استارتینگ تو با سلف بری، هیچ وقت مانا لازم نمیشی که بخوای استارتینگ تو با مانگو بری، ولی دمیج و اچ پی همیشه به کارت میاد. هم تانک تری، هم راحت تر لستیت میکنی، هم راحت تر انمیو هرس میکنی. متوجه شد. از سر عادت لول 1-1 گرفتی؟ آره خب ببین، همونطور که گفتم تو قراره بری تو لاین لست دینای کنی. لول 1ت 100 تا دمیج ماجیکال میده که 25 درصدش بلاک میشه، یعنی 75 تا دمیج میده. لول 2ت 150 درصد دمیج تو کریتیکال میزنه، ماناش کمتره
و در کنارش اسلو هم داره، لازم هم نیست حتما بچسبونی به درختی چیزی. اگه لول یک دو رو بگیری هم خیلی راحتتر میتونی دمیج رو به یارو بدی، اگه در کنارش گانتلت هم داشته باشی باز دوت دمیج بیشتری میده، حتی بیشتر از یکت دمیج میدی لول یک. بعد سر اینکه اسلو میکنه جدا از دمیجی که داده، چهار تا هم میتونی بزنی تو سر یارو و چون ماناش کمتره میتونی چند بار یوزش کنی. اسپیرتو نمیتونی هی یوز کنی، اسپیرو سه تا بزنی مانا تمام شده، ولی اینو اصلا میتونی سه تا چهار تا راحت، چهار تا پنج تا اینطور رو یوز کنی. پس اینو سعی کن حواست باشه، با مارس لول یک دو بگیر و گانتلت بخر. باشه. یه مشکل خیلی اساسی که توی آفلین دارم اینه که ساپورت خیلی میاد از ساپورترشون خیلی میاد اذیت میکنه. بعد همین اذیت کردن زیاد نمیذاره آدم فارم کنه، بعد عقب میمونه. خیلی مخصوصا وقتی که پوز فایبشون لاین یا کریستال میدن باشه یا حتی شامان، خیلی میان اذیت میکنن. نمیشه فارم کرد تو آفلین. بعد دیگه مجبور میشم که خیلی سیف بازی کنم. یه سری چیزا هست، مثلا گفتی شمن، لاین، یکی چی بود؟ کریستال میدن، کریستال. اینا هیروهایی هن که پالا شمن مشکل رنج و موفمنت اسپید داره، لاین دمیجش پایینه اونقدر با اتک کاریت نمی کنه. کریستال قویه، کریستال چه یک بگیره بزنتت چه دو بگیره بزنتت قویه. جلو این آره. مدل هیروها وقتی میخوای بازی کنی میدونی که یونیتا یه چیزی دارن به اسم اگرو، تو رنج 500 یونیتا ای بزنی رو هیروی حریف، این یونیتا شروع میکنن یستم. تو رو سر. آفرین. پس شمن وقتی میخواد بیاد هرست کنه، جای اینکه خودت بخوای با اسیار رو هرس کنی، مثلا میگم شمن از این ور داره میاد، موسمو داری دیگه، آره آره دارم. شمن از این ور داره میاد روت بهت اتک بده، تو بیا این ور لاین، شمن مجبور میشه از لای یونیتا بیاد به تو اتک بده. از لای یونیتا که بیاد به تو اتک بده چند تا اتفاق میفته. یکیش اینه که یونیتای تو اونو میزنن، اون خودش هرس میشه خود به خود. یکی دیگهش اینه که سر اینکه یونیتای تو دارن هیروی حریفو میزنن ولی یونیتای اونا دارن یونیتای تو رو میزنن، یونیتای تو زودتر میمیرن. وقتی یونیتای تو زودتر بمیرن لاین میاد اینجا، وقتی لاین بیاد اینجا شمن دیگه جرات نداره اینطوری بیاد هرست کنه، چون شمن هیروش خیلی نرمه، دو میزنی یک میزنی دوتایی میفته دنبالش میکشیدش. ببین بذار یه چیز رو از بیستر توضیح بدم راجب آفلین. آفلین و سیفلین، این لاینا هر کدومشون چند تا ادوانتیج دارن چند تا دیس ادوانتیج دارن. بذار اصلا ریپلی بذاریم کنار، من اینو توی چیز بهت بگم. ببین معمولا در حالت عادی لاین آفلین اینجا میخوره به هم، لاین اینور آفلین اینجا میخوره به هم. حالا این چه اتفاقایی باعث میشه بیفته؟ وقتی تو کری باشی لاین اینجا میخوره به هم، میتونی زیر تاورت وایسی لسی دینای کنی و هرس نشی. چرا؟ چون طرف به خاطر زیر تاور بزنه هم از تاور اتک میخوره، همین که داره کمتر بهت دمیج میده، چون تو بغل تاور که وایسی آرمور میگیری، آرمور و اچ پی ریجن میگیری. ببین الان من اچ پی ریجن هم فانته هم بذار اچ پی ریجن فانته هم از رون بره. ببین من الان اچ پی ریجن هم دوه، آرمور هم سه. خب بغل تاور یک که میام اچ پی ریجن هم میشه سه، آرمور هم میشه به علاوه سه. تاور یک بهت یه دونه اچ پی ریجن و سه تا آرمور میده. حالا تاور دو بهت سه تا اچ پی ریجن، پنج تا آرمور میده. خب حالا اینو میخواستم بگم، تا وقتی که لاین اینجاست سیف لین انمی رو سخت میتونی هرس کنی، چون که زیر تاورش آرمور داره جا سیفه. در صورتی که هیروت قوی تره، یعنی اصلا تو داری نگاه میکنی میگی لول یک مارس باید مثلا درو رو پاره کنه، ولی دستت بهش نمیرسه چون زیر تاورشه. اگه تو بتونی این لاینو جایی که اینجا باشه بیاری اینجا،
اون موقع میتونی دنبال کنی، اون موقع میتونی دروه رو از اینجا تا اینجا بزنی که بره قایم شه زیر تاورش، که تو همین موو بدی سمتش یارو بره عقب، برمیگردی دست دینای تو میکنی. یکی از چیزایی که آفلین داره یا اصلا ساپورتش، تو فکر کن مثلا اینجا داری لاست دینای میکنی، ساپورتش از زیر تاور از اینجا هراست میکنه، اصلا از اینجا هراست میکنه تا میخوای بری روش میدوی میره زیر تاور. واسه آره. همین یکی از چیزایی که با آفلینر داری تو لاینایی که ساپ انمی یا کور انمی تا وقتی زیر تاور قایم شه نمیتونی کاریش بکنی، باید سعی کنی لاینو بیاری عقب. حالا لاین رو به چند حالت میتونی بیاری عقب. یکیش اینه که پوش بدی لاینت بره زیر تاور، ویو بعدی تام میاد میره زیر تاور، یهو دو ویو سه ویو وسط میاد اینجا، مثل این کار. ببین من اگه این کارو بکنم، حالا سم مارس خودش دو داره، بغل یه هیروش میتونه لول بزنه. ببین این ویف که میره زیر تاور هیچی، با اینا درگیر میشه. از داره بعد خوش دادم. اگه بتونی این ویف هم بدی زیر تاور، میبینی؟ الان معلومه لاین قراره بیاد سمت تو. یک کاری که میتونی با هاش لاین تو بیاری عقب اینه که پوش میگیری. آره الان این ویف میاد پولینگ، یکیش هم پول کرده. ببین الان این ویف میاد اینجا، اینجا کنترل میشه، تو فقط کافیه اینجا لاستیت بزنی تا ویو بعدی یارو بیاد برسه، یعنی لازم نیست کار خاصی بکنی. تو لاین رو که بیاری اینجا، الان فرض کن یه مارسی جلوی درور اینجا، صرفا فقط موف میدی روش، موف میدی روش که بره عقب، همین سعی میکنی لاین رو بیاری عقب. حالا کاری که پوزیشن پنجه نمی میخواد بکنه اینه که بره اصلا استک پول کنه که لاینشون رو بکشه عقب که بتونن فارم کنن، که پوزیشن چهار تو کارش اینه که بره اون استک پول رو کنسل کنه. تا وقتی بتونی لاین رو بیاری اینجا همه چی اوکیه. بذار لاین رو کنترل کنم. یکیش این بود که تو بتونی این لاین رو اینطوری کنترل کنی. یکی دیگه‌ش اینه که تو همینطوری که داری پوش میدی این لاین رو میخوای بفرستی زیر تاور. الان خیلی زود دایره خام بزنم. این لاین رو پوش بدی اینطوری، خودت یا پوزیشن 4 ات بیاد پول کنه. الان دوباره نها کن چی میشه. کلیپ های من میرن تو جنگل، این کلیپ ها دوباره میان زیر من، میان زیر دستم. حالا لازم نیست اینا رو حتما برداری ببری زیر تاور، تو چون هیرو آفلینی زور تا هیرو انمی بیشتره، تو میتونی پدر اینا رو در آورد نکن، تو میتونی اینا رو برداری بیاری اینجا، همینطوری یونیت رنج تو راحت دینای میکنی، هم بازی تو اون پوزیشنیه که تو دوست داری باشه، هم هر وقت کره انمی بیاد اینجا میزنی تو سرش، راحت میزنی تو سرش. آره یعنی تو به عنوان آفلینر اولین چیزی که باید تمرین کنی، این اولین چیزی که باید بدونی اینه که لاین باید کجا کنترل شه توی این لاین. صرفا الان وقتی میخوای تمرین کنی سعی کن همیشه لاین رو بیاری عقب، چون لاین رو با آفلینر بیاری عقب 90% مواقع تو سری. میگم یکیش این بود که دو ویو پوش بدی بره، یکی دیگهش اینه که پوش بدی بعد پول کنی، یکی دیگهش اینه که انمی پوش بده. انمی اگه بلد باشه حالیش باشه در حالت عادی پوش نمیده. چطوری لاینش پوش میشه؟ این هیرو میاد اینجا ای میذاره رو تو، همه اینا اگرو میشن روی، میبینی اتفاقی که داره میفته؟ این یونیتا دارن یونیتای تو رو میزنن، یونیتای تو دارن اینو میزنن، میبینی لاین خود به خود پوش میشه. بذار لاین رو کنترل کنم که اینو دقیق بتونم بهت نشون بدم. به این فرض کنین همون شمن است که میگی، الان منو مارسم میخوام لاست دینای کنم، جای اینکه این ور وایسم که یارو منو بزنه، من میام این ور وای میستم. این ور که وای میستم یارو این اتفاق میفته، میبینی؟ یونیتای اون دارن یونیتای تو رو میزنن، یونیتای تو دارن اینو میزنن، لاین خود به خود پوش میشه، لاین خود به خود پوش میشه میاد سمت تو، میبینی؟
بدون اینکه آره پوش بدم یا کاری کنم، لاین خود به خود پوش میشه. یارو یه بار دو بارم این کارو بکنه لاینش پوش میشه. این الان شد اون لاینی که من میخوام. تو فرض کن الان اینجا من یه دونه مارسم با این آیتما، جلوم یه دونه مثلا میرانا سلکت انمی میرانا کو، جلوم یه دونه میرانا با این آیتما مثلا، من همینو میافتم دنبالش. این نمیتونه باید من درگیر کنه که، من همینطوری اینو دنبالش میرم، این میره عقب، من برمیگردم لست دینایی هم میکنم، اون که میاد جلو بعد اینکه لست دینایی همو کردم پوزیشن چهارم هم دارم، دوباره موف میدم روش دایفم. خیلی زور هیرون بیشتره، من مکس اچپیم 880ه، اون مکس اچپی 600ه، من دوتا گانتلت هم دارم، دمیجم هم خیلی زیاده. لاینو که بیاری اینجا کنترل کنی میتونی این بلا رو سر کریر نمی بیاری. اولین چیزی که به عنوان هر لاینی ها، چه آف لینر چه مید لینر چه کری، باید بدونی اینه که لاین کنترل بلد باشی و اینه که اون لاین لاینتو باید کجا کنترل کنی. اگه این مدل هیروهایی که سری لاینتو بیاری عقب، کری انمی اوت میشه، از بازی خارج میشه. فقط صرفا به پوزیشن چهارت این حرفو بزن، بگو مثلا من پوش میدم تو پول کن، یا من لاینو میارم عقب بیا بعدش بزنیمش دوتایی. یعنی فرض کن پوزیشن پنج حریف رفته اینجا پول کنه لاینو کنترل کنه، پوزیشن چهارتو دوتا کار میتونه بکنه، یکی اینکه بیاد پول یارو رو کنسل کنه نذاره یارو پول کنه، یکی اینکه آقا بزو یارو پول کنه، میایم دوتایی میزنیم تو سر کری حریف فرست بلاد رو میگیریم، بعدش میایم این کمپی که پول کردن هم لست دینایی میکنیم همش رو میزنیم. اینا چیزایی که به عنوان آفلین باید بدونی. یکی از چیزای دیگه ای که داره اگرو کردنه، اگرو کردن رو سانت دقیق بهت میگم، لاین رو کنترل کنم، اگرو کردن دقیق میدونی قانوناش چیه؟ آره، بعد تو اون رنجی که رنج خاصی کریپ داره، تو اون رنج باید بمونی، انمی هیرو رو اتک بدی، قبل اینکه اتک بدی اینه کلیک راستوش بشه کریپ ها میان سمتت. خب بذار من یه ذره ساده تر توضیح بدم. ببین دیدی گلیفو میزنی، آرمور هزاره تاورا هست، گلیفو میزنی بل. یه چیزی گلوبال توی مپ فعال میشه، آره یه چیزی تو همه جای مپ فعال میشه. حالا این گلیف 6 ثانیه دیوریشنشه، 5 دقیقه کولدانشه، یعنی تو هر 5 دقیقه میتونی اینو یوز کنی واسه 6 ثانیه یه چیز گلوبال تو مپت فعال شه. اگرو هم همینه، تو وقتی ای بذاری رو هیروی حریف یه چیزی به اسم اگرو گلوبال تو مپ فعال میشه که 3 ثانیه کولدانشه، 2/3 ثانیه دیوریشنشه. یعنی تو اگه یه بار اگرو کنی تا 3 ثانیه بعدی دوباره نمیتونی اگرو کنی، چون اگرو کولدانه. و در کنار این یه رنج هم داره واسه تو گلیف گلوباله، واسه اگرو یه رنج هم داره، میگه هر یونیت، هر هیرو، هر تاور، هر نیچرال، حالا میخواد روشن باشه میخواد یونیت جنگل باشه، همه اینا هر کدوم از اینا که تو رنج 500ت باشن به مدت 2/3 ثانیه تو رو میزنن، هر کاری کنی تو رو میزنن، مگه اینکه اینویز شی، مگه اینکه اسموک کنی. وقتی تو رنج 500ت باشن تو ای بذاری رو هیروی حریف 2/3 ثانیه اینا فقط تو رو میزنن. حالا اگه اگرو رو فعال کنی ولی هیچ یونیتی تو رنج 500ت نباشه، تا 3 ثانیه هیچ کس تو رو نمیزنه. بذار برامت تو چیز اونجا بهت نشون بدم.
ریکی. ببین SF رنج اتکش 500ه، دقیقا رنج اگرو. خب الان اینجا ما یه دونه انمی میذاریم، این انمی این رنج اتک منه. الان من اگه ای بزنم روی میرانه، این دوتا میلی منو میزنن ولی این منو نمیزنه چون بیرون رنج 500ه. آره صرفا ایو کلیک میکنم روش اس میزنم. مهم. حالا من میخوام یه طوری اینو بزنم که یونیتا منو نزنن. لاینو یه بچه کنترل کنم. ببین از بیرون رنج 500 ایو میذارم روی این، تو رنج 500 هم بیام تا 3 ثانیه منو نمیزنن. 3 ثانیه که تموم میشه دوباره میان بزنن. آها اگروف از کولدان داره، تو با این کار زیر تاور هم میتونی هرس کنی. بعد که اینا رو من اگرو میشن، گفتم یه 3 ثانیه کولدان داره، یه 2/3 دیوریشن داره، تو اینجا 0.7 ثانیه یونیتا رو نمیتونی اگرو کنی یا کنترل کنی. تو یه آفلینری که میخوای یونیتا رو ورداری ببری عقب، تو این 0.7 ثانیه یونیتا بر میگردن میرن. نگاه کن من ایو میذارم روی این، بعدش بر میگرده میره دیگه دنبال من نمیاد. من چیکار کنم که این یونیت دنبال من همچنان بیاد؟ واسه اینکه این یونیت همچنان دنبال من بیاد یونیتا اولویت تارگت انتخاب کردن دارن. اولین اولویتشون واسه تارگت کردن هیرو یا یونیتیه که نزدیکترین هیرو یا یونیتیه که داره خودشون یا یارشون رو میزنه. ببین من اگه این ایو بزنم اینا بعد یه تایمی بر میگردن رو اینا، چون من نمیزنمشون، اینا اگروشون تموم میشه میرن رو اولین تارگت که داره خودشون یا یارشون رو میزنه. واسه همین من اگه بخوام اینا دنبال من بیان باید اون اولین تارگت من باشم. میبینی؟ الان من رو میزنن دیگه بر نمیگردن. اینا چیزاییه که باید به عنوان یه آفلینر بتونی تو اگرو کردن انجام بدی. بذار یه هیروی آفلین بیارم که میلی هم باشه جالبتر. من دیگه رنج 500 هیرومو حفظم. من میخوام الان این یونیتا رو از اینجا بردارم تا اینجا بیارم. با خودم میگم خب من اگرو میکنم، 2/3 تموم شد، اتک میدم که اینا وایسن، دوباره اگرو میکنم، دوباره اتک میدم. میبینی میخوان برگردن دوباره میاد، دوباره اگرو میکنم، دوباره اتک میدم. میبینی همینطوری من این سه تا یونیت رو تونستم بردارم ببرم. پس راجع شدم اگرو 3 ثانیه کولدانشه، 2/3 دیوریشنشه و یه رنج 500 تایی داره. این حتی رو تاور و روشن هم همینه ها. بذار الان تاورش هم بهت نشون بدم. No doubt. خب ببین حالا این هیرو اینجا، من از بیرون رنج 500، من رنج 500 دستم، ایو میذارم روی این زیر تاور قشنگ تا 3 ثانیه میزنمش، دوباره میام آقا، دوباره اگر فعال میکنم دوباره میام زیر تاور میزنمش. یعنی حتی تاور هم همینه، حتی یونیت جنگلا هم اگرو میشن. نگاه کن الان اینا دارن منو میزنن، این ای بزنه رو من بیاد این بر یونیت ها میرن دنبال اون. اینا چیزاییه که باید واسه لاین کنترل بلد بشی. میبینی
اینا چیزایی که واسه لاین کنترل خیلی کمکت میکنه. حالا اینو میخواستم بهت بگم، الان من اینطوری هم که آقا یونیت رنجمو مثلا با یه اسپل میزنم، میخوام این ستا میلی رو بردارم ببرم، یه ای میزنم تا اینجا میارم، یه اتک میدم دوباره یه ای میزنم روش میارم عقبتر، دوباره یه اتک میدم دوباره یه ای میزنم میارم عقبتر، دوباره یه اتک میدم دوباره ای میزنم میارم عقبتر. میبینی لاین تا کجا آوردم؟ آره لاین اومد اونجایی که من میخوام، تموم شد. لاین اومد اونجایی که من دوست دارم لاین باشه. حالا از الان یارو بیاد جلو میتونم جلوش. اینا چیزایی که به عنوان یک آف لینر باید بلد باشی و انجام بدی. حالا مید لین کارهای خودشو داره، آف لین کارهای خودشو داره، کری هم کارهای خودشو داره. یه چیز دیگه ای که راجع به زیاد بازی کردن هست اینه که تو میری تو لاین این کارا رو بکنی، لاین تو کنترل کنی، یه هم میبینی مثلا بابا پس چرا لاین کنترل نمیشه، چرا اون چیزی که تو میخوای پس نشد. دو سه بار که بری ریپلی بازی رو ببینی میبینی تو که اگرو میکنی میاری عقب، یارو هم اگرو میکنه میبره روی یونیت رنجش، نمیبره زیر تاور. بذار لاین رو کنترل کنم. ببین این یه لاین نرماله. تو لاین رو هی میخوای بیاری عقب و عقبتر، تو این کار رو میکنی اونم میاد جلو، اونم این کار رو میکنه، تو دوباره این کار رو میکنی اونم دوباره میاد جلو. تنهای انجام میده که زار سخته، اونم این کار رو میکنه. تو لاینت رو میاری اینجا، اون لاینش رو نمیبره زیر تاور، اینجا کنترل میکنه. نها کن تقریبا سه تا یونیت تو داری، سه تا یونیت اون داره، میبینی این لاین اینجا کنترل میشه، دوباره برمیگرده اونجایی که یارو میخواد. ببین دوباره برگشت اونجایی که یارو میخواد، یارو دوباره میتونه بایستی زیر تاورش. زیاد که بازی کنی چهار بار که این کارا رو بکنی طبیعتا سر همین لاین رو خیلی میافتی جلو. وقتی لاین رو بیفتی جلو زودتر آیتمت میاد، زودتر لیولاپ میشی، زودتر آیتمت بیاد زودتر لیولاپ شی، بازی رو میتونی ببری، میتونی بیفتی تو بازی چهار نفر رو بکشی راحت بازی رو ببری. بعد بازی رو که ببری رنکت میاد بالا، رنکت که بیاد بالا مثلا برسی به ایشنت، وقتی تو این اگرو رو کنی میبینی کری انمی همون اگرو رو کرد، اونجا به این فکر میفتی که خب من باید چیکار کنم. پس اونجا جاییه که تازه لازم میشه که پوزیشن چهارت دیگه واسه یه کاری بکنه. یعنی تا الان ما میگفتیم پوزیشن چهار و پوزیشن پنج حریف هیچی، تو خودت تنهایی چی کار کنی. از یه جایی میبینی تو داری لاین کنترل میکنی، انمی هم بلده لاین کنترل کنه، از اونجا پوزیشن چهارت وارد عمل میشه، میاد یارو کریر رو میزنه که این کریر نتونه لاین رو جلو تاور نگه داره. یعنی من که این کار رو میکنم، یارو میخواد لاین رو جلو تاورش نگه داره، بعد اینکه این یونیت رنجر میمیره یارو میخواد لاین رو اینجا نگه داره دیگه، پوزیشن چهارت میاد اینجا اینو میزنه، پوزیشن چهارت میاد اینجا اینو میزنه که این نتونه اینجا لاین رو کنترل کنه، که حالا یا پوزیشن 5 انمی اضافه میشه پوزیشن 4 تو رو هم میزنه، کری انمی هم پوزیشن 4 تو رو میزنه، پوزیشن 4 مجبور بیاد عقب و لاین کنترل میشه، یا نه پوزیشن 5 انمی تو باغ نیست، خود پوزیشن 4 کری انمی رو فورس میکنه که این بره زیر تاور، این بره زیر تاور، تو دوباره یه دونه اگرو کنی اینا رو بیاری عقب تا لاینت اونجایی که میخوای کنترل میشه. یعنی دوباره لاین میاد اینجایی که تو میخوای. آره اینا کارهاییه که باید تمرین کنی و باید انجام بدی. و ببین واسه اینکه بدونی تو چه بازی باید پوش بدی که دو ویف بره زیر تاورش، تو چه بازی باید پوش بدی پول کنی، تو چه بازی باید اگرو کنی، تو چه بازی باید وایسی پوزیشن پنج انمی یونیت ها رو خودش اگرو کنه، باید زیاد بازی کنی، باید خیلی زیاد بازی کنی. اگه نتونی زیاد بازی کنی نمیتونی این کارا رو انجام بدی. چون ببین
دوتا هیچ وقت تموم نمیشه، دوتا همیشه یه چیز جدید داره. مثلا میگم تو چهار احتمالا دیدی ملت میخوان اسمال کمپ رو پول کنن، یه طوری پول میکنن دوتا از یونیتا فقط درگیر آره میشه. اینو از دوتا یک میشد این کارو کرد، ولی هیچکی تا حالا به ذهنش نرسیده بود که آقا ما یه طوری این کمپ رو پول کنیم که دوتا یونیت درگیر شه. یه سال پیش مثلا اولین بار پاپین کارو کرد، 15 سال 20 سال دوتا هست و 15 سال 20 ساله که تو میتونستی این کارو کنی، ولی یه سال پیش به ذهن پاپی رسید که پاپی این کارو بکنه. خیلی از کارهایی که داره تو بازی اتفاق میفته به شکلهای دیگه یه نفر میتونه کانترت کنه. یعنی مثلا میگم تو وقتی داری اگرو میکنی ببری عقب لاینتو کنترل کنی، اونا جایی که برن پول کنن، استک کنن، فلان کنن، بیزار کنن، دوتایی اتک میذارن رو تو. چرا؟ چون تو مثلا داری این کارو میکنی که لاین کنترل شه، تو که یونیتا رو اگرو میکنی، یونیتای انمی دارن میان دنبال تو، یونیتای تو دارن یونیتای انمی رو میزنن. واسه همین یارو اگه شروع کنه تو رو بزنه، اون ویف پوش میشه میره سمت یارو. اگه یارو وای نست لسید کنه این کلیپ ها رو نکشه، این ویف میره سمت یارو. این ویف که بره سمت یارو، یارو لاینش کنترل میشه. یا میتونه این کار رو کنه، یا میتونن دوتایی با ساپورتش وقتی تو میخوای این کار رو کنی یونیتاتو بکشن. یارو که دوتایی با ساپاش وایس یونیتاتو بکشه، یه همچین اتفاق رو بردی بکشه. بذار بیده بعدی هم بیاد، یه همچین اتفاقی میافته. حالا من دوتا میرانا میشم، تو با این همه کریپ درگیری، اینا دوتایی تو رو میزنن، تو دیگه نمیتونی بری لستیت کنی. میبینی اینا دوتایی تو رو هر از میکنن. واسه همین چطوری بگم، این فیزیک میمونه، تو فیزیک اینو خوندی دیگه، واسه هر عملی یه اکسل عملی هست. آفرین، دوتا هم همینه، واسه هر اکشنی یه ریاکشنی هست. حالا تو دوتا واسه هر اکشن سه چهار تا ریاکشن هست، ولی خب یکیش خیلی به درد بخور و درسته، یکیش مه کار را میندازه، یکیش اصلا میبینی شاید اشتباه باشه. واسه اینکه بدونی نسبت به هر اکشن از بین اون سه چهار تا ریاکشن که داری کدومش بهترینه، باید زیاد بازی کنی و زیاد بازی ببینی. تو میگی من تا حالا بازی کسی رو ندیدم، یوتیوب رو ول کن، یوتیوب اصلا مهم نیست، بیا تو قسمت واچ، تو قسمت تورنمنت، برو مثلا تو اینترنشنال، خیلی رندوم هر کدوم از این بازی ها که میخوای باز کن، واچو بزن، خیلی رندوم، چون اینا همشون دارن این کارا رو انجام میدن، این مکانیکا رو همشون میدونن و انجام میدن. یکیشو باز کن، از الان میدونی مثلا به چی نگاه کنی. من فکر کنم این بازی دارم اصلا. نه ندارم، بذار دانلود چه بدنشون بدم. یکیشو باز کن، برو نگاه کن چطوری اگرو میکنه، چطوری لاینو کنترل میکنه. اگه پوش داد از خودت بپرس چرا پوش داد، اگه اگرو کرد آورد عقب از خودت بپرس چرا اگرو کرد آورد عقب. چیزایی که خودت به جوابش میرسی، اگه خودت به جوابش نرسیدی، یعنی مثلا میگم رسیدی به یه جایی که به این فکر میکردی خب این لاین باید پوش بشه، یهو میری میبینی ای آفلینر وی پی این لاین رو پوش نداد، مثلا آورد عقب، چرا آورد عقب؟ هر طوری فکر میکنی میبینی به نتیجه ای نمیرسی، میتونی به من پی ام بدی، هم من بپرسی که آقا این لاین مثلا چرا آورد عقب. میشینیم با هم میبینیم، اگه من متوجه شدم علمم رسید بهت میگم که با هم مثلا بفهمیم چرا این کار کرد. بذار این ریپلی دانلود شه، این ریپلی من فکر بازیشو ندارم، من رندومه، بریم تو ببینیم مثلا آفلینرشون چطوری لاین کنترل کرد، بتونم به توضیح بدم. پنگوله به تایدش رو نگاه کنیم که تایید کنیم. ببین اصلا کویلینگ بلیت نخریده، دوتا گانتلت خریده، چون داره جلو اورسا بازی میکنه، اورسا دمیجش کمه، اورسا دمیجش 46ه، دمیج اورسا خیلی کمه. اینطوری تو ذهنش حساب کتاب کرده چون که پول بدم کویلینگ بلیت بخرم، مانگو میخرم دوتا سه بیشتر میزنم یا دوتا گاش بیشتر میزنم.
چون به کویلینگ بلید احتیاجی ندارم واسه لستت کردن وقتی اورس دمیجش 46ه. کویلینگ بلید که رو دینای تاثیر نداره، اینم که با 46 تا 100% نمیتونه دینای کنه. من دمیجم با این دوتا، این دوتا شده 63، نتونستم بزنم هم سه میزنم. این از چیز آیتم بیدش لاینش رو بلاک میکنه که لاینش بیاد عقبتر، لاینش تقریبا بیاد اونجایی که میخواد کنترل شه، لاین نیاد دیفالت بره اینجا. اونور این یونیت رنج انداخت جلو، حالا مثلا این یونیت رنج انداختن جلو خودش یه قلقه، مثلا اینکه یونیت رنج رو بندازه جلو لاین تو معمولا پوش میشه. ببخش، لاین تو معمولا پوش میشه. چرا؟ چون این یونیت رنج زود میمیره. یونیت رنج اتکشون پیوره، یعنی نوشته 23 دقیق 23 تا میزنه، میلیار رو دمیجشون رو نوشته 21، فیزیکال روش تاثیر داره. یعنی اصلا یونیت ها دوتا آرمور دارن 10% بلاک میکنن، 10% این 21 بلاک میشه، دو سه تا دمیجش بلاک میشه. واسه همین اگه یونیت رنج بمیره یونیتات کمتر دمیج میزنن به انمی، چون یه یونیتی که هم دمیجش بالاتره هم پیور دمیج میزنه زود میمیره. این واسه این که لاینشو بیاره عقب یونیت رنج بده جلو. یونیت رنج رو واسش قشنگ گرفت، اگرو کرد، آورد رو یونیت رنج خودش. ساپا دارن با هم ترید میکنن، میبینی هی اگرو میکنه لاینو میاره عقب تر، هی اگرو میکنه لاینو میاره عقب تر. بعد میبینی اورساه داره این یونیت ها رو میبره که اینجا کنترل کنه، اون کاری که من با میرانایی کردم. اورساه داره یونیت ها رو میاره اینجا کنترل کنه، این دوباره اگرو نمیکنه بیاره عقب، این با یونیتاش میاره اینجا که اینا رو نتونه این راحت ورداره ببره. میبینی داره سعیش رو میکنه که یونیتای خودش رو برگردونه روی این. میبینی یونیتا اومدن اینجا. اگه این کارو نمیکرد این میآورد اینجا، این اورسای میآورد لاین رو اینجا کنترل میکرد. ببین کلا 15 ثانیه از لاین گذشته. دیدی توی این 15 ثانیه این دو نفر واسه لاین کنترل هر کدوم چند تا کار انجام دادن و نسبت به هر اکشن ریاکشن درست رو انتخاب کردن. اورسای یونیت رنج داد جلو، تایدم اگرو کرد رو یونیت رنجش که یونیت رنجا سری بمیرن. اورسای سعی کرد میلیا رو برداره تا اینجا بیاره، تایدم یونیت ها رو بر نداشت بیاره اینجا، چون این یونیت های چشون کمتر بود، اینا زودتر میمردن تا یونیت های خودش. لاین اینجا برمیگشت کنترل میشد، واسه همین این یونیت ها رو برداشت با اینا آورد. توی 15 ثانیه فکر کنم هر کدومشون 4 تا 5 تا اکشن کردن واسه اینکه فقط لاین اونجایی که میخوان کنترل کنن. این اومد اینجا کمپ رو بادی بلاک کرد که نتونن فول کنن. الان این لاین مشخصه داره چی میشه دیگه، این لاین داره پوش میشه میره زیر تاور انمی. این ها الده رو میبینی نیومد اینا رو بزنه، الده رو ببین دمیجش چند میشه، دمیجش میشه پلاس 60 با آرمور پلاس 6، ولی نمیاد اینا رو بزنه. در صورت که الان دوتا بزنه رنگش همه نمیپره. چرا نمیاد بزنه؟ چون لاینشون داره به حالتی که میخوان کنترل میشه، لازم نیست یارو بیاد اچ پی ماناش رو هدر بده، لازم نیست یارو بیاد اگرو این یونیت ها رو بگیره، نظم لاین رو به هم بزنه. لاین داره میرسه به اونجایی که اورسا میخواد، یه دونه یونیت رنج هم دینای کردم. لاین داره میرسه به اونجایی که اورسای میخواد. حالا مثلا طرف الدر بازی میکنه اینطوریه که اوه 60 دمیج دارم، برم دوتا بزنم سر یارو، برم دوتا بزنم سر یارو. این همه کاری که اورسا اینجا کرده واسه لاین کنترل خراب میشه. آره یونیت رنج رو کمک کرد کارش بزنه. اینجا دیگه اینا نمیتونن وایسن زیر تاور نره. میبینی داره ببخشید داره میره اورسا رو هول بده. گفتم یه موقع هست میرانا اینجا وای میسته لاین رو کنترل کنه، پوزیشن 4 ات میاد یار رو بزنه که یارو مجبور شه بره زیر تاور. این کار الان تایده کرد، داره اورسا رو مجبور میکنه که بره زیر تاور. اورسا دیگه نمیتونه اینجا وایسه، اینجا وایسه شمنتای دوتایی وای میستن میزننش. اگه این موو نده اینور موو بده بره بغل الدره، بخواد بره با شمن الدر رو بزنه، اورسا لاین رو اینجا کنترل میکنه. این کریپا میان، این کریپا هم میان،
لاین اینجا کنترل، اورسا همچنان هرس نمیشه، ولی این داره اورسا رو مجبور میکنه که بره زیر تاور، که این ویوش هم بیاد بره زیر تاور، دو ویو واسه تایت بیاد اینجا. یعنی همه یه کاری که دارن میکنن، من نمیدونم این پلیر رو در چت میشناسید، یه تیم اسپیریت تی آی برده دیگه، همه یه کارهایی که اینا دارن میکنن واسه یه لاین کنترل کردنه. یعنی میزنن تو سر هم که لاین کنترل کنن، پوش میدن که لاین کنترل کنن، اگرو میکنن که لاین کنترل میکنن، که چی بشه؟ که بازی رو اونجایی که میخوان انجام بدن. یعنی مثلا یه درو رنجر وایس اینجا زیر تاور لاین همیشه اینجا کنترل باشه، خب درو رنجر مارس رو میزنه، ولی همین مارس لاین رو برداره بیاره اینجا، مارس درو رو میزنه. اینطوری نیست که بگی آقا درو درو مارس رو میزنه دیگه، هیرو رنج اسلو داره، مارس قوی تره، رنج بمیر، اصلا اینطوری نیست. مارس یکی از هیروهاییه که درو رو ریپ میکنه، فقط باید لاین رو برداره بیاره اینجا، درو رو ریپ میکنه، نمیذاره درو لست دینای کنه. اینی اومد زیر تاور هیچ کاری هم نکرده، تایده اومد زیر تاور هیچ کاری هم نکرد، فقط اورسا رو مجبور کرد بره زیر تاور، فقط اورسا رو مجبور کرد که اورسا بره زیر تاور. یه ویف دیگه هم رفت، یونیت ها رو آورد رو رنجش که سریع بتونه بکشه، تمام شده رفت. لاین اومد دست اینا، حالا الان الدره باید بره استک کنه، پول کنه. میبینی تایم بازی رو، الدره اومد استک کنه، شمنه اومد نذاره این استک کنه. یعنی وقتی یه بیسی از بازی رو میفهمی، همه یه موبا واسط میک سنس میکنه. تو وقتی میفهمی که بیس بازی اینه که لاین کنترل کنی، میفهمی این چرا اومد اینجا، این چرا اومد اینجا، این چرا اومد اینجا. ببین این کمپ باید بلاک باشه که وقتی این تاید پوش میده، این شمنه نتونه پول کنه، درست؟ آره. حالا میتونی پول بدی سنتری به کاری که انمی هم پول میده، سنتری میکاره، سنتری تو میزنه، میتونی وقت بذاری بادی بلاک کنی. تو ببین اینا چقدر قشنگ دارن این کارو میکنن. این میاد اینجا پول کنه، این میدونه تایم استک کردن و پول کردنه، میاد استک پولو خراب کنه. اورساه جای این که بره تایدو هرس کنه، میاد کمک الدرش که شمنه رو بندازن بیرون. اورسایی که موف میده، شمنه مجبوره فرار کنه، بعد این الدر چون داره شمنو هرس میکنه دیگه نمیرسه اینو بادی بلاک کنه، اورسا واسش وایسته بادی بلاک میکنه. همه این کارا رو دارن واسه لاین کنترل انجام میدن. الان این شمن این همه اچ پی از دست داد، ولی نذاش یارو استک بکنه که بتونه پول کنه. این ور لاین اونجای کنترله که تایید میشه، می‌بینی این ورلاین اونجاییه که تایت دوست داره. الان اینجا شمن دوباره نباید میذاشیم پول کنه که از دستش در رفت، یه ذره دیر حواسش جمع شد. ببینا سلام سلام، آه اینجا حواسش پرت شد شمن. می‌بینی یه لحظه حواسش پرت شد، یارو دوتا یونیت، سه تا یونیت پول کرد، همین سه تا یونیت رو پول کرد، رو یونیت رنج شمعه گوش شد. بینی اورسای داره میاد شمنه رو بزنه، شمنه رو هول بده عقب، نمیاد اینجا ویسه لست دینه کنه، کری یونیت رو ول کرده، اومده اینو زون اوت کنه، اومده اینو هرس کنه که اینجا پول ساکسسفول باشه. پول که ساکسسفول میشه دوباره برمیگرده لاینش. همه چی واسه لاین کنترل ده. یعنی اون چیزایی که من بهت گفتم و همش رو تو 2 دقیقه و 40 ثانیه، حالا 30 ثانیه اولش که تا یونیت ها به هم برسن، همش رو تو 2 دقیقه و 17 ثانیه دیدی. اگرو کردن، پوش دادن، پول کردن، پول کنسل کردن، کمپ بلاک کردن، همش رو دیدی. حالا بشین این کارا رو تمرین کن تا بتونی انجام بدی. یه مداد خودکار بیار، این چیزایی که بهت میگم رو بنویس. حالا اگه بازم با هم کلاس خواستی اینا، مثلا میریم ریفلیاتو میبینیم که ببینم چند درصد این کارا رو کردی، ولی حالا فرض میکنیم مثلا قرار نیست کلاس داشته باشیم، این چند تا چیز رو واسه خودت بنویس که داشته باشی. یکیش این که اگه میخوای تو دوتا یه چیزی بشی، باید تو روزهای شلوغت حداقل 8 از 2 تا بازی کنی،
تو روزای خلوتت که باید بری رو 14-15 است. اولش اینه که زیاد دوتا بازی کنی، این تو ذهنت باش. دومیش اینه که هیروها رو اسپم بدی. ببین خود من الان دارم نیچر اسپم میدم، میبینی خود من دارم تاید و نیچر اسپم میدم. دومیش اینه که هیرو اسپم بدی. هیرو که اسپم بدی قلق هیروت میاد دستت، میفهمی داری میری جلو اورسا، کویلینگ بلیت نمیخوای، به جاش پول جمع میکنی زودتر بوتتو میخری، چون اورسا قراره اتک موف بیفته دنبالت دیگه، با بوته میتونی ازش فرار کنی. بازی بعدی با تایت میری جلو درو رنجر، میفهمی جلو درو رنجر بوت نمیخوای، اول این آرموره رو میخری که یارو ای میذاره روت آرمورت بالا باشه، آخ نگی. بعد یه بار با مارس میری جلو درو رنجر، یارو میزنتت، مثلا خواستی پوش بدی تا بیاد اینور، دیدی اه به نفع دروه شد. چرا؟ چون پوش دادی یارو زودتر از تو لول آپ شد، یارو زد لهت کرد. سری بعدی میگی آقا من با مارس جلو درو رنجر پوش نمیدم، فقط میگم باید انقدر زیاد مارس بازی کنی که 3-4 بار اتفاق بیفته مارس به درو باشی. سری بعدی میگی آقا پوش نمیدم، اگرو میکنم میارم عقب. یه بار میری جلو درو دوتا گانتلت میخری، میبینی زد تو سرم. سری بعدی میری جلو درو دوتا رینگ آف پروتکشن میخری، یکیشو سولین میکنی یکیشو میذاری جیبت باشه، میبینی اه دیگه بهت دمیج نداد. با مارس میری جلو درو رنجر، یه بار لول یک دو میگیری، مثلا تک به تک تو لین دوتا ساپا دارن همدیگه رو میزنن، یه بار دو میگیری میبینی بابا من اصلا دستم نمیرسه به درو دو بزنم. که سری بعدی میری تو لین یک میگیری، میبینی بابا یکم هم به درد نخورد. که سری بعدی میری تو لین لول یک سه میگیری، بذار اینو بهت نشون بدم. مارسو که لول یک سه بگیره، select enemy درو فلان، یه بار من یه بار اون کاش. ببین الان این درو، این منم اون دروه، بذار واسش پایتم هم میخرم اصلا. ببین میبینی سر این که سه داری دمیج نمیخوری، همینا رو از پشت میخوری میبینی چقدر دمیج میخوری، ولی همینا رو از روبرو میخوری آخ نمیبینی سر سه. بعد مارس یه چیز دیگه ای که داره، وقتی سهشو یوز میکنه 70% چانس داره اتک هایی که قراره به یارات تو رنج 800 بخوره بخوره به تو. یعنی یارو میخواد بیاد اینطوری لستید کنه، ببین یارو میخواد مثلا اینو لستید کنه، ای میذاره روی تو سه رو بزنی این بر وایسی اتکه میخوره به تو، میبینی اتکه میخوره به تو، بذار این کارو بکنم، اتکه میخوره به تو، تو میزنی دیمار میکنی، میبینی تو میزنی دیمار میکنی، اتک یارو رو تو با ست تانک میکنی، بعد برمیگردی دیمار میکنی. حالا این دیگه چیزیه که خیلی باید بازی کنی، من تنهایی دوتا هیلو رو میخوام کنترل کنم، خودم هم سختمه. این چیزیه که 3-4 بار این کار رو بکنی راحت میتونی انجام بدی. میبینی اتک ها میاد میخوره به تو، اتک ها که اینطوری میخوره به تو اینو میزنی دینایی میکنی دوباره. یعنی هیروی رنج جلوی پالا هیرو رنج لونا نه، لونا چون هم رنجش کمه هم اتکاش خیلی چیزه سریه، سخته با لونا بخوای این کار کنی، بعد لونا خودتو بزنه اصلا خیلی درد داره. هیروی رنج جلوی مارس نباید لست دینای کنه اصلا، یعنی با همه رو دینای کنی با این سه لول یک سه گرفتنه. ولی خب میگم باید زیاد بازی کنی، چون اصلا یه لاین رو میری لول یک سه میگیری، یه ها میبینی آنداینگ پوزیشن پنج میاد چهار تا میزنه تو سرت، هیچ کارش نمیتونی بکنی. پس این کارا رو بکن، یکی زیاد بازی کن، یکی ریپلی پلیرای خوب رو ببین تو لاین، هیرو اسپم بده و راجب لاین کنترلت فکر کن. فعلا این 10 دقیقه اول بازی رو تمرین کن تا اینکه حالا بریم روی اینکه آقا بعد اینکه لاین تموم شد میخوای چی کار کنی، بعد اینکه لاین میخوای بیای بیرون میخوای چی کار کنی. بهتر بود این بازی مثلا فیس بوت بیلینک بخری یا پاور تری دزول بخری، بعدش راجع به اونها هم حرف میزنیم. اینا رو اصلا یادداشت کن که از خود داشته باشی. سوال چیزی هم اگه داری من در خدمتم. یک دونه سوال دارم، توی بعضی بازی ها مثلا جلوم اسلارک مخصوصا یا جاگرنات هست، بعد در کنارش پوز فایوش وینتره، بعد این دو
تا اول بازی هنوز شروع هم نشده، تازه کریپا میان به هم میرسن، یهو شروع میکنن میان اتک میدن منو، مثلا وینتر یک میکنه اسلو میکنه منو، بعد جاگرنات هم میفته دورش یا اسلاک میاد مثلا دوشو میندازه منو میزنن، نمیتونم آفرین کاری کنم اینجا رو آفرین، باید چیکار کنم؟ دقیقا اینجا رو باید چیکار کنی؟ الان با رسم شکل به تو میدم. ببین این مارس مثلا رفتی تو لاین، من فقط نشونت میدم، احتمالا خودت میفهمی منظورمو. میام اینجا سلکت انمی اسلارک، سلکت انمی وینتر، اینجا 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 یونیت ها رسیدن به هم درست. آره این یک میکنه تو رو میزنه، این یک تو رو میزنه. آره میخوام چه فرار کنم اتفاقی بعد داره اسلارک. میفته؟ اصلا اسلاک دو میکنه، این اسلاک دو میکنه. حالا اینجا داره چه اتفاقی میفته جدا از اینکه کریه داره فارمو از دست میده، لاینت پوش شد اومد سمت تو، میبینی؟ لاین پوش شد اومد سمت تو، ویو بعدی آمد شد اون چیزی که تو میخوای. حالا تو میدونی اینا قراره این کارو بکنن وقتی میری تو لاین، یعنی میدونی که من الان برم تو لاین قرار نیست دو سه تا یونیت اولو بزنم، چون اینا قراره این بلا رو سرم بیارم. تو که نمیری، اگه صرفا من الان فقط راه رفتم اومدم عقب دیگه، تو صرفا راه بیای عقب نمیمیری که. واسه همین اینجا اونجاییه که با خودت فکر میکنی، میگی خب من واسه اینکه نمیرم مکس اچ پی مو زیاد میکنم، واسه اینکه بعد این هرسی که شدم هنوز تو لاین بمونم یه دونه سلف میخرم. همه این کارا رو باهات کردن، سلوتو یوز میکنی، لاینت میاد اینجا، اچ پی پر، مانا پر، بشین راحت فارمتو کن، عشقتو کن. سه ویو یونیت داره واسات میاد. این هم شد همون لاین کنترله. اگه از لول یک میان روت، ببین آفلین باید حوصله داشته باشی. از تو لاینت بگیر تا تیم فایت، آفلینر باید حوصله داشته باشه. یعنی ارچکری که حوصله داره میپره فایف من اکو میزنه، مگنوس که حوصله داره میپره فایف من آرپی میزنه، اونی که تا انمی میبینه میپره اسپلاشو میزنه. همیشه خوب نیست، نمیگم همیشه هم بده، همیشه خوب نیست، حوصله داشته باش. سه تا یونیت و حوصله داشته باش، ولش کن، ولی یه همچین لاینی داشته باش. وایسا اینجا راحت لست دینای تو کن. اصلا این لاین یه لاین تک به دوه ها، الان تو سه میشی اونا هنوز دو میمونن، بعد یارو اینجا دیگه وای نمیسته تو رو هرس کنه. که اینجا اونجاییه که وینتره باید بره استک پول کنه، ثانیه 1:40 بعد بیاد اینجا تا 1:54 وایسه، 1:54 استک کنه، 2:17 پول کنه، بعد وایس یونیتا رو بکشه. یعنی از 1:39 تا 2:39 تا 3 دیگه وینتره نیست، 1.5 دقیقه با این اسلارکه تک به تکی، با این فرق که تو همه اینا رو سولو ایکس بی گرفتی، اونا دوتایی ایکس بی گرفتن. یعنی تو لول اپ از اسلارکه حتی بالاتری، لول اپ بالاتری، لستیتا رو زدی، سول رینگ تو خریدی. الان به این مثلا میگم من میشم لول 4، اسلارکه میشه لول 3. اسلارک آیتماش تو پاز نمیشه، آیتم خارج چپ حالا لاین رو سایم کن کنترل کن تو اون وقت اسلارک مثلا یه دونه اینو داره، یه دونه داره، یه دونه نه و مهم نیست، یه پویلین دلت داره، یه ارباخترام داره، کامبو داره. مثلا تو اینطوری ریسر تو کامل کردی، اچکی که پر کردی اینجوری. حالا بیا اتک بر اتک کن ببینم چی میزنی. ببینی؟ حالا بیا اتک رو اتک کن ببینم کی میزنه. حوصله کن، تیروت برسه به اونجایی که قدی کرده. همین حالا جاگر میخواد باشه، سلکت انمی جاگ، سلکت انمی وینتر، وینتر نه دیگه، سانیه چی دیگه، سلکت انمی مه لاین یا دزل هم اذیت میکنه مثلا کریستال. حالا لاین کریستال جایی لاین خیلی کامنیه،
چقدر هیرو داریم. بیا برو اونور، تو هم برو اونور، تو بیا اینجا، خودم هم بذار لول یک کنم. لاین و آت کنترول کنم، چقدر کار داریم بزنم. این اتفاقی که قرار بیفته تو لاین دیگه، میری تو لاین، این قرار فیوری کنه، این قرار یک کنه، دوتایی میان روت، این یک رو میزنه، این فیوری میکنه، تو فقط هم نبیا عقب دوباره دوتا گانتلت بری سرس بری دیگه نمیاد که. دوباره چی شد؟ دوباره پوش اومد سمت تو. توی این لاینا ویو اول دو سه تا یونیتو گیو اپ کن، فدا سرت، دو سه تا یونیتو بده بره. ولی خب میگم با این علم برو تو لاین که قرار لول یک بزننت. وقتی قرار لول یک بزننت مکس اچ پی تو زیاد کن که با لولشو نمیری، شده با 50 تا اچ پی زنده بمون. وقتی مکس اچ پی تو زیاد کنی این دوتا بس اصلا فول دمیجشون رو بهت بزنن. میبینی؟ 300 تا اچ پی واسه تمون. وقتی مکس اچ پی تو زیاد کنی میدونی همه لولاشون رو بزنن نمیمیری. همه لولاشون که زدن نمردی، آیتم ساستین لاین تو داشته باش، پر کن، لاین پوش میشه میاد سمت تو، وایسا راحت لستی دینای تو کن. متوجه شدم. لاین به همه چی به این لاین کنترل است. این دوتا یونیت ویو اولو بذار بمیره، لولاشون رو بگیر، هم لولاشون میره کولدان، هم تو پر میکنی دوباره برمیگردی لاین، هم لاینت میاد اینجا وسط. وایسا تک به دو عشق تو کن قشنگ تو لاین. حل. سوال دیگه هم داری؟ یه سوالی نیست، از صرف ما درد نکنه. خیلی راضی بودی؟ آره خیلی خدا رو شکر، خدا رو شکر. روزای دیگه تو هم پاره؟ ببین من تقریبا هر روز 12 تا 3 میتونم کوچ بذارم، حالا اگه کسی قبلتر از تو خواسته باشه مثلا واسه یه روز میافته عقب. من هر روز 12 تا 3 میتونم کوچ داشته باشم. باشه حله، از بهتون خبر میدم بازایی خواستم. عزیزی من در خدمتم، دست شما درد نکنه، متشکرم، خیلی لطف کردید، مرسی، روزت بخیر، خدا نگهدار. خدا.